اسرائیل میگوید که باید با تهدید نظامی برنامه هستگی ایران را مهار کرد. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یکی از اعضای هیئت همراه یایر لاپید نخست وزیر اسرائیل که به برلین سفر کرده بود گزارش داد که مقام های این کشور اطلاعات حساسی را درباره برنامه هسته ای ایران به اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ارائه دادند یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به تایمز اسرائیل گفت که این اطلاعات ثابت می کند ایران در جریان مذاکره های احیای برجام صداقت نداشته یا لاپید روز دوشنبه با شکست خورده خواندن مذاکره های برجام خواستار راهبردی تازه برای مهار برنامه هسته‌ای ایران شد. بازگشت به توافق هسته ای در شرایط کنونی یک اشتباه اساسی است. برداشتن تحریم ها و ریختن صدها میلیارد دلار به جیب حکومت ایران موجی از اقدام های تروریستی رو نه تنها در خاورمیانه میانه بلکه در سراسر اروپا به دنبال خواهد داشت. تلاویو در حال آخرین تلاش‌های خود برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای کنار گذاشتن توافق با تهران است. وزیر دفاع اسرائیل برای دومین بار در کمتر از سه هفته برای مطرح کردن آنچه تهدیدها از سوی ایران توصیف می‌کند به آمریکا سفر کرد. بنیگانس در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که ایران تولید سانتریفیوژها را افزایش داده و آنها را به تأسیسات مستحکم زیرزمینی منتقل کرده. اسرائیل می‌گوید که ایران توان خود را در غنیسازی اورانیوم به سه برابر افزایش داده. همزمان آلمان و آمریکا همپیمانان اسرائیل که در روزهای اخیر میزبان مقامهای اسرائیلی بودند میگویند که احیای برجام به این زودی محتمل نیست صدر آلمان روز دوشنبه ایران را عامل تأخیر در احیای توافق هسته ای دانست ما با اسرائیل موافقیم که ایران نباید به صلاح هستی دست پیدا کنه. به همین خاطر متقاعد شدیم که یک توافق بین المللی کارآمد برای محدود کردن برنامه هستی ایران مسیر درستیه. متاسفم که ایران هنوز به پیشنهادهای هماهنگ کننده اروپایی پاسخ مثبتی نداده. در ادامه ابراز نگرانی ها از فاصله گرفتن از دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته ای ایران، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام یک قدم به عقب بود. What, uh, what نمی توانم به شما جدول زمانی بدهم جز اینکه تکرار کنم که ایران به نظر می رسد یا مایل نیست یا نمیتواند آنچه را که برای دستیابی به توافق لازم است انجام دهد و آنها به تلاش خود ادامه می دهند تا موضوعات غیر ضروری را به مذاکره وارد کنند که احتمال توافق را کمتر می کند. اما مطمئنا آنچه در هفته گذشته شاهد آن بودیم یک گام به عقب است با هر گونه توافق احتمالی در کوتاه مدت فاصله دارد. هفته گذشته آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه ای مشترک به صداقت ایران برای احیای برجام ابراز تردید کردند. ترویکای اروپایی در این بیانیه گفت که تهران نمیخواهد از این فرصت حساس دیپلماتیک استفاده کند. ایران در واکنش این بیانیه را غیر سازنده خواند و همچنان بر خود اصرار دارد. یعنی بسته شدن پرونده سایت‌های اعلام نشده مشکوک به قنیسازی اورانیوم در آژانس المللی انرژی اتمی درخواستی که واشنگتن غیر مرتبط با برجام میداند و همچنان مانعی است بزرگ بر سر مسیر دیپلماسی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران ناز میرزا خلیلی رادیو فردا